اگه میخواید از کسی که باعث رشد شرکت‌های اپل، گوگل، اینستاگرام، پینترست و لینکدین شده یاد بگیرید، این ویدیو رو تا آخر ببینید. سلام، حمید هستم از گروه ویترای. در این ویدیو به نکاتی از کتاب مربی تریلیون دلاری که درباره بیل کمپل نوشته شده می‌پردازیم. بیل کمپل یکی از بزرگترین مربیای کسب و کار در تاریخه که در رشد و پیشرفت شرکت‌های مثل اپل، اینستاگرام، گوگل، لینکدین و پینترست نقش پررنگی داشته. اون تا الان بیش از 1 تریلیون دلار سرمایه ایجاد کرده و ترجیح میده پشت پرده کار کنه چون دوست نداره خیلی تو چش باشه. بیل کمپل کارشو با مربیگری فوتبال شروع کرد که البته به نتایج ناجوری هم رسید. دلیلش این بود که وقتی مربیای فوتبال دنبال این بودن که بهترین بازیکن‌ها رو توی ترکیب اصلی نگه دارن، بیل به فکر احساسات بازیکن‌های دیگه بود. این ذهنیت بیل بیشتر به درد کسب و کار می‌خورد تا فوتبال. آقای کمپل برای 15 سال رهبر ارشد تیم گوگل و سالها مشاور شخصی استیو جابز بود. شخصیت بیل کمپل اونقدر تاثیرگذار بود که نزدیک به 2000 نفر تو مراسم ختم شرکت کردند و همشون هم تاکید داشتن که بیل بهترین دوستشون بوده. اصول موفقیت بیل کمپل: بهترین افراد رو جمع کنید. راز موفقیت بیل جمع کردن افرادی با بهره‌وری بالا و دادن منابع و آزادی عمل به اونا بود. برای اینکه بتونید این کارو بکنید، باید یه مدیر زرنگ و غمخوار باشید. شخصیت بیل همینطوری بود. دیکتاتور نباشید. هیچ کسی از یه رئیس دیکتاتور خوشش نمیاد. باید فروتن و از خود گذشته باشید و بیشتر به شرکت و مردم اهمیت بدید. یه مربی واقعی حتی تو خوابم به موفقیت اعضای تیمش فکر میکنه. جلسات دو نفره برگزار کنید. شرکت‌های بزرگ از اینکه شرایط پیشرفت کارمنداشون رو فراهم کنن لذت میبرن. اصلا مهمترین کار یه مدیر همینه و بهترین راه برای انجام این کار برگزاری جلسات دو نفره با کارمنداست. حرفایی که بین مدیر و کارمندا رد و بدل میشه مهمه. حتی بعضی وقتا بهتره به جای کار درباره زندگی صحبت کنن. پیش از شروع جلسات دو نفره، موضوع این جلسات رو به طرف مقابل هم بگید تا اونم بتونه خودش آماده کنه. رو راست و فروتن باشید. یه مدیر باید رو راست و فروتن و همیشه آماده یادگیری باشه. دلیلش اینه که در یک تیم حرفه‌ای خیلی بیشتر از یک تیم معمولی به اعضای تیم یا کارمندا احترام گذاشته میشه. این باعث میشه اعضای تیم خیلی راحت‌تر بتونن به اشکالات اشاره کنن. در این جور مواقع مدیر نباید دنبال قدرت نمایی و تحمیل افکارش باشه، بلکه باید شرایط رو درک کنه و تصمیمی بگیره که هم به نفع مردم و هم به نفع شرکته. درست تصمیم بگیرید. در واقع کار مدیر تصمیم گیری نیست، بلکه جلو بردن فرایند تصمیم گیری با در نظر گرفتن همه نظرات و اصوله. البته در مواقع اضطراری مدیر میتونه برخی از قوانین رو دور بزنه و خودش سریع تصمیم بگیره. نابغه های ناهنجار رو مدیریت کنید. تقریبا همه شرکت ها حداقل یک کارمند نابغه دارن که از هنجارهای شرکت زیاد پیروی نمی کنه. یاد بگیرید اینجور نابغه ها رو تحمل و مدیریت کنید و حتی مراقبشون باشید. البته تا زمانی که باعث سوء استفاده نشه. به آدما بیشتر از خودشون باور داشته باشید. این باعث میشه از شما الهام و اعتماد به نفس بگیرن و بیشتر تلاش کنن. همدلی کنید. بیل واقعا و شدیداً به تیمش اهمیت میداد و تیمش هم به اون اهمیت میداد. اون با تیمش خیلی خودمونی بود و حتی به تفریحات خانوادگی اعضای تیمش هم اهمیت میداد. دست و دلباز باشید. بیل کمپل وقت و انرژی و اطلاعاتش رو به آسونی در اختیار تیمش قرار میداد. برای اینکه تو این مورد مثل بیل بشید، سعی کنید به هر کسی یه لطف 5 دقیقه‌ای بکنید. یا حتی اعضای تیم رو یه چیزی مهمون کنید، ولی ولخرجی نکنید. این برای اعضای تیم خیلی ارزشمنده. حرفی که میزنید باید عین واقعیت باشه. الکی از کسی تعریف نکنید، واقعیت رو بگید. البته چیزای منفی رو تو جمع نگید تا آبروی کارمندتون نره و مطمئن بشید در اون لحظه کارمندتون احساس حقارت و ناامنی نکنه. حتی موقع اخراج کردن هم احترام بذارید. به هر دلیلی ممکنه همکاریتون با یه عده قطع بشه، ولی نباید ذهنیت اونا رو نسبت به شما منفی کنه. به جای مشکل روی تیم تمرکز کنید. به مشکلات اهمیت بدید، ولی به تیمتون بیشتر اهمیت بدید. همیشه از خودتون بپرسید کی داره روی اون مشکل کار میکنه؟ آیا تیم در بهترین حالت ممکن قرار داره؟ آیا امکانات مورد نیاز برای موفقیت رو دارن؟ رهبر تیم باید دنبال فرصت باشه تا اعضای تیم رو به هم نزدیک کنه، تا همدیگر رو بهتر بشناسن و اعتمادشون به هم بیشتر بشه. وقتی شرایط بد میشه، وفاداری، تعهد و قاطعیتی که توی تیم ایجاد کردید شما رو نجات میده. خب، وقت جمع‌بندیه. بهترین افراد رو جمع کنید. دیکتاتور نباشید. جلسات دو نفره برگزار کنید. رو راست و فروتن باشید. درست تصمیم بگیرید. نابغه های ناهنجار رو مدیریت کنید. به آدما بیشتر از خودشون باور داشته باشید. همدلی کنید. دست و دلباز باشید. حرفی که میزنید باید عین واقعیت باشه. حتی موقع اخراج کردن هم احترام بذارید و به جای مشکل روی تیم تمرکز کنید. این کتاب عالیه. البته ما بخش زیادی از مطالب رو حذف و سرفصل‌ها هم عوض کردیم تا وقتی خود کتابو میخونید براتون تازگی داشته باشه. توی کامنت‌ها بهمون درباره کتابای مورد علاقتون بگید. اگه تونستیم چیز جدیدی بهتون یاد بدیم، این ویدیو رو به دوستاتون هم نشون بدید تا اونم چیز جدید یاد بگیرن. و مرسی که تا اینجا با ما بودید.